اگه نسخه جدید تلگرام رو جدیدا نصب کرده باشین، امکانات خیلی جالبی بهش اضافه شده. دو تا از اون امکانات رو میخوام بهتون نشون بدم. فرض کنیم که داخل یه کانال هستیم و پیغاماشو میخونیم. وقتی که به آخرین پیغام میرسیم و دیگه پیغامی وجود نداره، کافیه ادامه بدیم و بکشیم بالا. اسم کانال خونده نشده رو بهتون نشون میده و به محض اینکه انگشتتون رو ول کنین وارد اون کانال میشین و دوباره وقتی که این کانال رو تا انتها ببینین و دوباره بکشین میره واسه یه کانال بعدی. این یکی از امکانات خیلی جالبش که بدون اینکه از کانال خارج بشین میتونید تمام کانالهاتون رو اطلاعاتش رو بخونید. امکان بعدی که به تلگرام اضافه شده برای فوروارد کردن پیغام هاست. خب مثلا من این پست رو میخوام فورواردش کنم، کافیه انگشتم رو روش نگه دارم، فوروارد رو بزنم، شخص مورد نظر رو انتخاب کنم و حالا روی این نواری که پست رو نشون میده کلیک کنید. میبینید که یک صفحه جدید باز میشه. باکس بالا ظاهر نهایی پستی که قرار فوروارد بشه رو نشون میده که پایین چند تا گزینه بهتون میده. یکی این که میتونید اسم سندرمون رو مخفی کنید که به این صورت میشه و دو این که میتونید کپشن اون رو هم حذف کنید و صرفا خود عکس یا تصویر رو ارسال کنید و وقتی که این کارو کردین کافیه سند مسیج رو بزنین و ارسال بشه.